درود به شما یاران گرامی در کانال یک و همینطور رادیو توکا. در آغاز اجازه بدید به خاندان گرامی مرتضی پاشایی، هنرمند و آوازخوانی که به ناهنگام درگذشت و به ایرانیان که هنرمندی جوان و چنین با استعداد و آگاهی رو از دست دادند صمیمانه تسلیت میگم. پاشایی قطعا خواننده نسل بنده نبود، اما من هم آوای او که عاشقانه میخواند را شنیده و از اون لذت بردم و برای سوک ناوهنگام او اندوهگینم. میدونی کلام عشق رو در سرزمین عشق ممنوع خوندن باید ستایش کرد، شجاعت لازم داره و مردم ایران چنین ستایش با شکوهی از هنرمند از دست رفتهشان با حضور چنین از خود نشان دادند. درود به روان او و بشنویم نوایی از او، نوایی به نام من میمیرم از مرتضی پاشایی. عاشقم میدونی، بگو همیشه میمونی، نرو دیوانه من میمیرم، نظر عشقاتو ببینم عزیزم نازنینم، دیگه طاقت ندارم میمیرم. نرو یکی یک دونه من، سر بذار روی شونه من، پیش من دیگه گریه نکن میمیرم، درم دیگه بازی نکن، با چشات منو راضی نکن، که بری از خونه من میمیرم. این هم حکایت طفلک مرتضی پاشایی بود. آقای دکتر شجاعی عزیز که امروز با تلفن با ما هستید، درود بر شما. جناب بهارلو، من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز هر دو رضایت میکنم و
فقدان این هنرمند جوان و واقعا ارزنده رو خدمت خانواده ایشون و خانواده بزرگ ایرانیان تسلیت عرض می‌کنم. گرم و واقعا آهنگایی داشت که به دل می‌نشست، به خصوص این سریال‌های ترکی که متاسفانه مردم ما بعد از اینکه از پیش قراولان ایجاد رادیو و تلویزیون و برنامه‌های متنوع در خاورمیانه برای اون منطقه بودن قبل از کار آمدن خمینی جنایتکار، امروز مجبورند که به سریال‌های ساخته شده در ترکیه رو کنند و بعد جوانان پراستعداد ما مثل این آقای پاشایی آهنگ‌های زیبا با صدای گرم و دلنشین بر صحنه‌های عاشقانه این سریال‌های ترکی بخوانند تا مردم بتونن لحظاتی از این جهنمی که جمهوری اسلامی براشون به وجود آورده راحتی اعصاب داشته باشن و آرامش پیدا کنن. در حال زود از دست رفت، گلی بود، گلچه‌ای بود که خیلی سریع گلی پرورده شد و متاسفانه زود از دست رفت. مراد کن آقای دکتر شجاعی که حضور گسترده و حقیقتا با چنین ابعادی حضور مردم در تهران روبروی بیمارستان بهمن ملاحظه میکنید که نشون میده اگر با همه غمی که به هر حال از درگذشت مرتضی پاشایی هست، یک چیز رو باعث شادی هست و نشون میده که حکومت و این حکومت جانگیر مردم نتونسته با همه تلاشی که میکنه که مداحان ارکان خودش رو به جای هنرمندان بگذاره و نسل جوان دنبال این طایفه برن که خیلی هم بهشون پولای کلونه میرن آقای شجاعی، بابت هر اروری که میکنن میلیون ها پول میگیرن همون مداحان، اما جوان ایرانی و مردم ایران این جونورا رو قبول ندارن. هنرمندانی میخوان مثل مرتضی پاشایی و نشان دهنده حمایت اونها از این هنرمندان رو هم خودتون ملاحظه میکنید که جلو این بیمارستان چه کردند. بله جا بارلو، مردم ایران به خصوص جوانان جونشون به لبشون رسیده و مثل واقعا آتش زیر خاکستر، مثل یک بمب ساعتی که هر لحظه ممکنه منفجر بشه، آماده هستن که به هر دلیلی به هر واسطه‌ای به خیابونها بریزن و مراتب عدم رضایت و همینطور لیاقتی این رژیم رو به جهانیان ابراز بکنن و به همه بگن. در حقیقت این گونه تشییع جنازه کردن و حمایت کردن از یک هنرمند جوان اعتراض سیاسی بزرگی به سراپای این رژیم غیرقانونی جمهوری اسلامیه و از طرف دیگه همونطور که اشاره فرمودید نشون میده که این فرهنگ روزخانی و سینه‌زنی و اینا اگر به زور پولهای پشت صحنه و اون تقسیم به نمیدونم قدرت و غیره نباشه، در بین جوانان مدرن امروزی، جوانانی که به وسائل مختلف ارتباط جمعی دسترسی دارن، محلی از اعراب نداره. حتی ما داستان‌ها شنیدیم که فرزندان خود این آخوندها، فرزند یکی از همین آخوندها جوانی است که گویا از استعداد هنری برخورداره و به موسیقی پاپ و رپ و غیره رجوع کرده و تولیدات خوبی هم داشته. خمینی وقتی که آمد میگفت که او به نسل امروز، یعنی اون روز، هیچ اعتمادی نداره و باید نسل فردا و فرداها در جمهوری اسلامی ساخته میشن و اونها هستن که جمهوری اسلامی رو حفظ خواهند کرد و صادر خواهند کرد. اما حتی به شهادت این مجله بی بی سی لندن و اون خبرنگار اکونومیست و غیره، امروز جوانان دست رد بر سینه عقب موندگان جنایتکار قرون وسطایی بیش از 1400-500 سال پیش زدن و آماده هستند که جهان دیگری رو از نو برای خودشون و برای ایرانیان بسازن. این امیدوار کننده است و وظیفه همه فعالان سیاسی رو سخت‌تر میکنه که باید همراه این جوانان به کمک اونها برخیزن و آماده باشن که بستری مهیا بشه که اینها بتونن به آنچه که میخوان هرچه زودتر دسترسی پیدا کنن. آقای دکتر شجاعی گفتید، اشاره کردید که بعد اون آقای راحل نسل فردا رو میخواست درست کنه. یک چیزی توجه نمی کنم که درست کردن نسل فردا یک شعور، آگاهی و علمی لازم داره که هیچ کدام از این فسیل الله‌ها و اطرافیانشون، اون نوچه های اطرافشون، هیچ کدام
بو و بهره از اون آوردن. مگه نسل فردا درست کردن به این آسانی هست؟ نسل فردا درست کردن علمی است که تازه تو این اجتماعات پیشرفته دنیا مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه توش میمونند و همیشه در تلاش هستند تا بتونن بلکه این اصطلاح به راهی این جوانان رو بکشونن یا حداقل کمی باعث بشن که زیادی منحرف به جای نشن. وقت این چهار تا آخوند بی سواد و چهار تا چاقوکش پاسدار خیال میکنن با ضرب عرض کنم دهانت رو ببویند و شلاق زدن و یا در دنیای آینده چیزم نیمسوز به ما تخت شما فرو کردن و یا میری نمیدونم در بهشت 72 نمیدونم برده جنسی اونجا هستند که از شما پذیرایی میکنم، با اینا میشه نسل آینده تربیت کرد، اینا میشه نسل فردا تربیت کرد. شما عقل و شعور درست کردن نسل امروز رو نداشتین. 36 سال هست که نسل امروز روز به روز از نظر معنوی خرابتر کردین، حالا میخوای برای فردا درست کنی. بله جان باولو، ببینید آخوند در طی تاریخ ما بردوش توده های تحمیق شده سوار بوده، یعنی اونجایی بازار آخوند داغه و مرغوبه و دورورش جمع میشن که از علم و دانش و هوش و استعداد خبری نباشه و اگرم هست تعدادش بسیار بسیار کم باشه و تطمیع شده باشن و به همین لجنزاری که این فرهنگ آخوندی جامعه رو میکشونه اونها هم کشیده بشن به خاطر منافع شخصیشون، که نمونه هاش هم همین مثلا فوکل کرواتی های امروز ما هستن یا بعضیشون فوکل کروات هم ندارن که از نمیدونم دموکراسی اسلامی و گذر از دموکراسی از طریق اسلام و روشنفکرهای اسلامی و از اینجور چرندیات هستن که صحبت میکنن و به جز اون تعداد معدود اکثر کسانی که به دنبال آخوند رفتن در طی تاریخ حتی در اون دوران قبل از روی کار آمدن خمینی جنایتکار پایین ترین سطوح اندیشه و تفکر و درایت و سواد و شعور بودن و آخوندم همیشه از این خوشش می اومده. ببینید این چرندیاتی رو که به عنوان نمیدونم روزه می خونن، این مزخرفاتی رو که نقل قول می کنن که نمیدونم معجزه می کنن، خرافاتی رو به خورد مردم می دن، انسانهای تحصیل کرده و یا حتی انسانهای که کمی از خوش کافی برخوردار باشن براشون قابل قبول نیست. ما از همون بچگی، از همون 5-6 سالگی وقتی آخوند من تو محله می دیدم احساس می کردم یک هیولا و یک عقب مونده، یک گرد به گرسنه افتاده، گفتم این مفخوراکی هستن. یعنی در اون سن و سال کم هم تشخیص می دادیم که چرندیات اینها هیچ ارزشی برای زندگی امروز، زندگی فردا نداره. و اونجایی که خمینی بشارت می داد که به نسل‌های بعدی و نسلی که در جمهوری اسلامی پرورونده میشه، پرورش داده میشه، باید تکیه کرد، او هم هستش همین بود. تصور میکرد که جوانان ایران مبارزه نمی کنن، مقاومت نمی کنن، نمی ایستن و این میتونه به تدریج به تحمیق توده های عظیم جوان ایرانی بپردازه، بانوان ایرانی، دختران ایرانی و مثلا از همه اونها تبدیل بشن به این اراذل و اوباشی که میبینیم امروز حتی بعضیاشون به سطح وزارت و نمیدونم وکالت و نمایندگی مجلس این حیوانات به نام اسلامی رسیدن. تصورش این بود که جامعه همه به اون شکل در میان، ولی نمیدونست که زیربنایی در اون کشور به وجود آمده که اولا دانشگاهی است، دانشگاهی که با همه فشارهایی که روشه مقاومت کرده و بعد از اون حتی در اون دبیرستانها، حتی در دبستانها مدرسانی بودن، کسانی مربیانی بودن که نمیگذاشتن که این نسل بره و نفله بشه در داخل خانواده ها و درست برعکس نظر او حتی فرزندان اون متعصبین مذهبی هم امروز نسل اونها هم برگشتن. من در خانواده های نزدیک خودم که میدونم بعضیشون قبل از روی کار آمدن اینها چقدر مذهبی بودن و چقدر اعتقادات عجیب و غریب داشتن، فرزندانشون الان میخندن، فرزندانشون میگن خمینی یک جنایتکار بود، فرزندانشون از آخوندبازی متنفرن و به همین دلیل که موفق نشدن و این امید بزرگی برای ایرانه و من شکی ندارم که جوانان ایرانی بالاخره از این مافیای آخوندی خودشون رو خلاص میکنن و برای یک بار در تاریخ ما این تکلیف روحانیت واقعی و آخوند مفتخور پرخور بیخاصیت دروغوی حقباز پیسواد رو روشن میکنن و اون روز دیر نیست. و من به همه کسانی که
واقعا لباسی که بهش ما میگفتیم لباس روحانیت، که بعد از اومدن خمینی دیگه نمیشه بهش گفت. اونهایی که عبا و عمامه به سر دارن، اونهایی که میخوان آخون محسوب نشن، اونهایی که میخوان در جنایات رژیم مقصر شناخته نشن و همدست رژیم نباشن، اگر که میخوان حتی لباس روحانیت بتن داشته باشن، من بهشون توصیه میکنم که عمامه ها رو به زمین بگذارید. اگر عبا بر دوش انداختید و میخواهید باز بگویید که ما مثلا به طور تاریخی نمیدونم فرهنگی این لباسی بوده که طرفداران اسلام و مبلغین اسلام به تن داشتن، این عمامه رو کنار بگذارید، اون رو به زمین بگذارید، اون رو به سر نگذارید، که این عمامه آخوندی امروز مظهر و نماد جنایت و ستم و دروغ و حق بازی و تزویر و ریاست و ضد اسلام و ضد دین واقعی است. این عمامه درست مثل همون عمامه سیاهی است که بر سر البغدادی، مثل همون عمامه است که بر سر بن لادن بود، و اینها فقط و فقط مظهر جنایت علیه انسانیت، بشریت، عقل و هوش و استعداد هستند. من از همینجا برای شاید اولین بار باشه که به همه مؤممین توصیه میکنم، به صلاح فردیشونه، به صلاح ملی سرزمین تاریخی ماست که عمامه ها رو به زمین بگذارید، اگرچه میخواهید عبا بر دوش داشته باشید. از کنم حضورتون آقای اشتوده، اصولا این وقتی میگن روحانی، به گمان من برعکس نهان نام زنگی کافور، نه فقط این آخونده ایرانو بگید، اصولا لفظ روحانی، کلمه بی جایی به نام روحانیون برای توصیف آخوند و مولا و کشیش و ربای و هر کسی دیگه استفاده میشه. اموراتی که اینا با اون سرکار دارند یا در موردش صحبت میکنند، اصولا همه چیز میتونه باشه الا روحی و روحانی. شستن ما تحتتون نمیدونم کجاش روحانی است، جما با شتر و خر و بقیه حیوانات اعمال روحانی و اسپریچوال هست. ختنه کردن که از اصول غیر قابل گذشت اسلام و یهودیت است، به عضو شریف ربط داره یا به روح و روان. حتی تصویر بهشت، ترتیب دادن ابدی فرشتگان باکره هم ربطی به هر عضو ناشریف مخلوقات داره، مگه به مغز و روانشون؟ اصولا این کلمه روحانی و روحانی و در تمام برای همه دینا که مطرح میشه، من هر چیزی در مورد اینا میبینم جز اسپریچوالی و به اصطلاح چیزی که به معنویت سرکار داشته باشه. این از این. حالا ملاحظه کنید، میخوام خبری بود آقای دکتر شجاعی در مورد اینکه 170 میلیون دلار فقط در اختلاس شده در بنیاد شهید. توجه میکنید؟ حالا قبل از اینکه از نظر شما رو بخوام، اجازه بدید چهار پنج خط از شعری که هادی خورسندی گفته، در جایی که 170 میلیون یک جا می دزدند، ببخشید 170 میلیارد تومان یک جا دزدیدند، 170 میلیون میلیارد تومان اختلاس در بنیاد شهید بوده. حالا در چنین جایی ببینید چه اتفاقی می افته. هادی خورسندی شعری میگه، آقای سیامک شجاعی عزیز میگه که کلیه ای دارم فروشی رهبرا، ابتیاعش کن مرخص کن مرا. کلیه ای دارم جوان و تازه سال، می فروشم شادمان و خوش به حال. قیمتش یک ماه اجاره خانم یا سه ماهی پول آب و دانم. قیمتش چند اسکناس ساده است که دم جارویتان افتاده است. قیمتش یک لنگه نعلین شما، 10 گرم تریاک آقا مجتبی. قیمتش یک پاچه پیژامت، نیم متر ابریشم عمامت. جان رهبر کلیه دارم درشت، حس کنی وقتی بگیری توی مشت. کردم بهر فروشش کارها، آگهی بنوشته بر دیوارها. البته این ادامه داره، ولی من فقط خواستم بسرا این دوگانگی ببینید در اون مملکتی که فقط در اون بنیاد شهیدش، برای اون بدبختان که رفتن این جان خودشون در راه خمینی دارن فقط 170 هزار میلیارد تومان بعد اومدن از اونجا اختلاس کردن، مردم ها کلیهشون رو بفروشن، که هادی خورسندی چنین داره با زیرکی در موردش صحبت میکنه. بله همه جان، این مسئله بنیاد شهید چیز تازه‌ای نیست. این از همون روزهای نخستی که این بنیاد رو ایجاد کردن، تأسیس کردن،
فرد جنایتکاری که دستش از انگشتان دستش خون مردم ایران میشه که یعنی آقای کروبی مسئول اون بود و خاطرتون هست اون روزها چه عروسی مجللی برای فرزندش گرفته بودن که حتی سر صداش در داخل جمهوری اسلامی هم در آمده بود که آخر تو آخوند فکستانی که در لرستان بودی واسه یک کیسه برنج میرفتی روزه میخوندی از این خانه خانواده این خان به اون خانواده اون خان التماس میکردی قبل از اینکه خمینی بیاد سر کار. حالا چطور شده که این جوانا رو فرستادی جبهه کشته شدن از بین رفتن زن و دختر و نمیدونم مادر و همسرشون رو میکشونید به این بنیاد؟ اولا داستانهای فساد اخلاقی که در اونجا وجود داشت واقعا متاثر کننده بود و بعد اختلاس هایی که شده بود و مفتخوری هایی که میکردن، حتی همسر کروبی هم گویا در اونجا مقامی داشت. حالا اینا آمدن کروبی و کروبی های اون نسل رو خواهیم خانه نشین کردن، حرف خانگی کردن و گروه مافیایی جوانتر افتادن به جون این سفره پرخان پرنعمت و دارن میخورن و میچاپن و میبرن با چند تا نمیدونم ساندویچ و دوشابه هم عرازل و اوباش رو در خیابونا بستر مردم مسلط میکنن و همه این حرفاشون حق بازی هیچ غمی ندارن جز غم شکم و زیر شکم آخوندند و آخون صفت و بچه آخون و دزدی کار اینها بوده. مفتخوری اصلا حرفه اصلی آخون چیزی نیست جز مفتخوری. فرصت تاریخی پیدا کرده که مفتخوری خیلی پرخورانه بکنه، یعنی دیگه صحبت از نمیدونم مفتخوری بریم 10 تومن 5 تومن 100 تومن 1000 تومن روزه بخونیم، نمیدونم از دست پادشاه سکه پهلوی بگیریم بریم اون بالا روزه نمیدونم زمان عزاداری رو بخونیم نیست. الان دیگه خزانه مملکت، الان نفت و گاز مملکت، طلای مملکت، شکر مملکت، واردات و صادرات مملکت دست اینها و بچه‌هاشونه و افتادن به جان این مملکت، هیچ رحم و ترحمی هم ندارن. تازه اینها اگر دزدی هم نمی کردن با این کنترل های انحصاری که بر سرتاپای اقتصاد ایران دارن همشون و نردهای بعد از نسلشون میتونستن به مفخوری و پرخوری مشغول باشن، اما گشنگداهایشون که تازه به دوران رسیدن میان میزنن نفر به احمدی نژاد این میگو زیر بقیلا پرونده اینه زیر بقیلا پرونده اونه. آخر هم معلوم شد که در این 8 سالی هم که خود او چی بوده تدارکات چی بوده او هم دارو دستش مثل بقیه دزد و حقباز و شالاتان مشغول چپاول اموال ملی ما بودن. حد کنم آیه شده دادین این سه خط دیگه من این شعر قشنگ بخونم. میگه خادی میگه کردم توی مطبها التماس، حالا برای فروش کلیه، کردم توی مطبها التماس تا که بفروشم شوم از غم خلاص، لیک میگویند فعلا بیش تاب، کلیه بسیار است در نوبت بخواب. رهبرا ما نسل کلیه در کفیم، مارکتش با است و ما توی صفیم. هر دو رنگ یک ملتی رو اینطور به نزد کشیده و واقعا ببینید وضعیت به چه شکلیست که پرخورانی که اتومبیل های چندین صد هزار دلاری در تهران زیر پاشونه و انسان هایی که برای یک لقمه نان باید کلیه بفروشن. عرض کنم در حالا اگر بخوایم در همین زمینه به غیر از استفاده های مادی، یکی از نمایندگان خود همین مجلس مثلا مجلس اسلامی که 24 ساعت نشسته به جای اینکه نماینده مردم باشه و بخواد مدافع حقوق مردم باشه ناسلامتی، فقط نشسته قوانین، یعنی قوانین که اینا نمیشه اسمش گذاشت، اینا بخشنامه های دولتی هست که به امر بالاترها برای تضییق حقوق شهروندان ایرانی داره هر روز این مجلس تصویب میکنه یا در صددش هست. اما آش اینقدر شور بوده که یکی از اعضای همین مجلس آقای جعفر امینی زاده اشاره میکنه به همین وضعیتی که در بنیاد شهید بوده و میگه کاری که اینها بعدن با همسران این شهیدان و با دختران کوچکترشون که حالا بزرگ شدن اینا میان و انجام میدن باعث شرمه. ایشون فقط توجه نمیکنه اگر اینا شرم داشتن که سر اون کار ننشسته بودن. آقای شجاعی، داعش شیعه اسلامی هن اینا، اینا هیچ فرقی با البغدادی ندارن. در حکومت البغدادی ببینید چی کار میکنن، میرن مردان رو میکشن، شوهران و همسران و پدران و برادران رو سر میبرن، دست جمعی تو گور میذارن، اعدام میکنن،
زن و دختر رو میبرن به عنوان کنیز میبرن میفروشن میرن بهشون تجاوز میکنن و اینا یعنی اصولا زن رو مثل یک مال جزء اموال خودشون میدونن، فرقی هم نمیکنه که سن و سالش چی باشه. وقتی که در اونجا مجوز میتونید داشته باشی که بری با دختر نخوساده نمیدونم ازدواج بکنی هم خوابه بشی، دیگه این شرم و حیا و این مسائل اخلاقی و که در دنیای مدرن مطرحه، این همه روانشناسی، روانکاوی، حقوق انسان، حقوق بشر، حقوق کودک اصلا در این فرهنگ آخوندی مطرح نیست. اینها همون داعش شیعه هستن که خمینی برقرار کرد در ایران، الخامنه‌ای داره ادامه میده و اینها جوانی رو فرستادن جهنم بره در جبهه جنگ کشته بشه، وقتی هم که نیومد برنگشت زنش، همسرش، دخترش، هر کسیش که دیگه باقی مونده باشه جز اموال این آخوندهاییست که ایران رو فتح کردن در جبهه و جزء غنایم جنگی است که غنایم جنگی هم باید هم برایش هزار جور توجیه و مثال میانن که حضرت محمد این کاری کرد، حضرت علی اون کاری کرد و چون اونا کردن هیچ به پوزشتی هم نداره و ما هم باید ادامه بدیم. این درست همون جدیان کروبی است، چه الان چه اون روز فرقی نمی کنه تا این سرطان که بر ایران مسلط شده ریشه‌کن نشه، این جسم تضعیف شده ایران رو هر روز میخوره و همینطور داره ریشه میدونه و این وظیفه تاریخی ایرانیان و جوانان خود داخل و خارج کشوره که این قده سرطانی رو هر چه زودتر بکنن و به زباله‌دان بفرستن. حالا آقای در اون صدر اسلامی که میگن میگرفتن غنایم دشمنو، بعد اینکه دشمن رو میکشتن ناسلامتی میگرفتن و این تجاوزات و تعدیه ها از جمله در مورد ایرانیان کردند و میکردن، اما اینا در مورد خودی از این شهید بدبخت رفته در راه تو شهید شده، در راه اینکه این آقایونی که الان نشستن سر این پست ها و مقام ها، به اینها دیگه لامصب رحم بکن. حالا چون فرصت کمی داریم شما باید برین، فقط میخوام به اقتصاد بگین وضع قیمت نفت در چاله، چون دیدم که نفت خام حتی با بشکه 74 دلار رسیده. بله، نفت خام تگزاس به 74 دلار و چندین سنت نزول پیدا کرده و برنت که میدونید مرغوب‌تره و اصولا قیمتش حدود در 20 دلاری یا 15 دلاری از نفت خام تگزاس همیشه بالاتر بوده، در ماه جون گذشته چیزی حدود 110 دلار معامله میشد، اون هم قیمتش به زیر 80 دلار رسیده و به این ترتیب یک سقوط بیش از 20% 23-24% رو ما در قیمت نفت خام شاهد بودیم و به نظرم نمیرسه که به این زودی این سقوط متوقف بشه. البته در ایالات متحده امریکا این روش‌های نوین استخراج گاز که بهش میگن فرکینگ و همینطور استخراج نفت در کانادا و غیره، میگن که اگر قیمت نفت خام به زیر 70 دلار برسه این روش‌ها و این متدها دیگه به صرفه نیست و باید اون تولیدات رو دیگه متوقف کنن و به همین دلیل بازار اجازه نخواهد داد که نفت خام پایین 70 دلار بره. اما به هر صورت به نظر هم نمیرسه که به زودی اون آرزوی جمهوری اسلامی و ونزوئلا که میگن دستکی بکنیم در اوپک و قیمت نفت رو به 100 دلار برسونیم جامعه عمل بپوشونه و این هم فشار مضاعفی است بر مردم ما که از یک طرف دچار تحریم هستن، نمیتونن به مقدار مورد نیاز نفت خام صادر بکنن، بعد اونم که صادر میکنن پولش رو دریافت نمیکنن و تازه اون پولی رو هم که دریافت میکنن به مراتب کمتر از اون چیزی که باید عایدشون بشه. دزدی هایی که در مسیر فروش نفت انجام میشه، این تطمعی که برای ملت باقی مونه چیز ناچیزی. حتی قبل از اینکه این قیمت سقوط کنه همجان، اینها به خاطر همین تحریم های اقتصادی نفت رو توی تانکرها میذاشتن میبردن توسط اون زنجانی ها و غیره، اون روزها با بشکه نمیدونم 50 دلار و 60 دلار میفروختن. حالا که قیمت رسمیش به 74 دلار رسیده، من باشید که دارن با 20 دلار و 30 دلار نفت ایران رو به حراج میذارن. خب آقای دکتر شجاع عزیز، من در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که در خدمتتون باشیم و این بار تمام ساعت. براتون کلاس خوبی آرزو میکنم امروز با دانشجویان. بذارید فرصتی که دادید کلاس اقتصاد بین الملل و بحثا شیرین و جالب، دانشجوها خیلی پر علاقه و پر انرژی و من میدونم که ساعت خیلی خوبی در انتظار هممون هست. خواهش میکنم، خدا نگهدار. حالا عرض کنم حضورتون، میخوام
یک تریلر و نمونه یه فیلمی رو ببینید که در این هفته دیدم و حقیقتا بعد از سالها احساس میکنم که باید چیزی در موردش گفت. حالا اجازه بدین این فیلم اینترستلار یا میان ستاره ای اگر بخوایم اسمشو بگیم، این تریلرشو ببینیم، بعد با آقای رضا پیرامون که در سوئد هست در مورد این فیلم و داستانهایی که به مهاجرت و مهاجرین در ارتباط هست صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. What are you going to do with it? I'm going to give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Again, let's mask up. Like the rest of us. This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Here we go. We're here. Get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Well, not far enough. Make it count. There's the mountains. Those aren't mountains. They're waves. Am I going to make it? Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have. بله، عرض کنم دوستان گرامی، در سال 1968 اثر جاودان اودیسه فضایی سال 2001 در ایران به نام راز کیهان نشون دادن که اون موقع ما به زبان فارسی آمیخته بود از نبوغ نویسنده و دانشمند خلاق آرتور سی کلارک و سرآمد بزرگان سینما استانلی کوبریک و نسلی و نسلها رو این فیلم به دنبال خودش کشوند. اما در اون بار اول از این 30-40 باری که حداقل من این فیلم رو دیدم، چون اصولا تز فارغ التحصیلی من در دانشگاه امریکن باید همین فیلم اودیسه فضایی بود، در این 30-40 باری که فیلمو دیدم، اول دفعه اول که در سینما اتلانتیک با نمایش سینراما بود که این اثر نادر و ناب رو دیدم، سوالها مثل رگبار آنچنان که ستارگان مسیر بی بازگشت دیوید بومن بر او و در گذر از دالان ستاره ها میباریدند، بر روی من و همه تماشاگران که تو اون تاریکی سینما نشسته بودیم سنگینی میکرد و ما همه از خودمون همش میپرسیدیم داره چه میشه. و بعد که چراغ‌ها روشن شد باز با حیرت به خودمون گفتیم چه شد. اون چه بعد از بخت حیرت چند روزه به داد من رسید کتاب اودیسه فضایی سال 2001 بود، نوشته آرتور سی کلارک که پرویز دوایی با استادی اون رو ترجمه کرد بود و همزمان منتشر شد. این کتاب پرده های ابهام و سوال رو یک به یک کنار میزنه. بجز البته انگیزه قابل قبولی برای شورش حل، کامپیوتر فوق مدرن سفینه فضایی که
خود آرتور سی کلارک هم هرگز در طول این همه سالها که تا قبل از مرگش هرگز نتونست یک توجیه خوبی از این بده که چرا اون حل اون کامپیوتر شورش میکنه. به هر حال ما این شانس رو داشتیم که این کتاب آرتور سی کلارک موجود بود، اما اینترستلار ساخته استاد معماها در فیلمسازی یعنی کریستوفر نولان، سازنده فیلم‌های همیشه مورد بحث و گمان مثل ممنتو، اینسپشن، در حال تماشاگر رو به پایان فیلم میبره که دفتر راهنمای شناخت فیلم مثل اودیسه فضایی به همراه نداره. تو میمونی و اثری عظیم با پرسش‌های بسیار که کسی نیست برای پاسخ به دادت برسی. شاید باید اون رو باز ببینی و ببینی و ببینی. حالا اجازه بدیم ببینیم که آقای رضا پیرامون عزیز در سوئد چه نظری داره. آقای پیرامون درود بر شما. درود بر شما جناب بارلو و درود بر تمام شنوندگان و بینندگان تلویزیون کانال یک و درود بر آقای شهرام آقایون. آقای پیرامون من مطمئن نمیدونم شما اینترستلار رو دیدین یا نه، اما به هر حال مطمئنن اودیسه فضایی 2001 رو دیدی. بله. عرض کنم به حضورت، ببین یک نکته که در حالا این داستان این فیلم اصولا مثل یک معما این هنر روایتگری این کریستوفر نولان در همین است، همچنان که الان سالهاست داره در مورد این فیلم اینسپشن داره صحبت میشه، اما یک موضوع هست که بین کاراکتر هنرپیشه بسیار کاراکتر اول داستان در سال 2001 دیوید بومن هست. این دیوید بومن آدمی است که در سال 68 داره آرتور سی کلارک تجسم میکنه از انسان قرن 21، یعنی در سال 2001، آدمی سرد و خشک و با چشمای شیشه‌ای که هیچی انگار اصلا نه متاثرش میکنه نه زیاد خشمگینش میکنه نه ناراحتش میکنه، درست؟ اما در قرن 21 در سال 2014 دیدی که کریستوفر نولان داره از انسان اندکی دیرتر یعنی این کوپر که متیو مکانهن هست، آدمی است بی نهایت احساساتی و اهل عشق و اتفاقا همین موضوع است که اونو یاری میده که به این قوم بشر بالاخره فایدهش برسه، و یعنی مثل بومن میرفت و به کودک ستاره تبدیل میشد آخرش هم نفر خیرش به هیچ که نمیرسید. جناب بارو، اصولا سینما یه رشته تخصصیه. وقتی سینما رشته تخصصیه دقیقاً تمام دربرگیرنده یعنی تمام دست‌اندرکارانی که برای یک پروژه میخوان شروع به کار کنن همه زوایای اون پروژه رو در نظر بگیرن تا بتونن یک فیلم و این فیلمی که شما گفتید من تا حالا افتخار دیدنش نداشتم، ولی در قسمت موبی باکس من، موبی باکسی که من در آیپد خودم دارم، در حدود 300 تا فیلم دارم، یعنی 300 تا فیلم از سال 1941 تا 2014، بسیار از فیلم‌هایی که اصلا رو پرده سینما هنوز نیومده من توی این مووی باکس خودم دارم که یک شرکتی هر ماه 20 تا فیلم‌های جدید وارد این آیپد من می‌کنه اتوماتیک‌وار. این فیلم اصولا سینما یه تخصصه، چیزی نیست که آدم بخواد از راه برسه بره داخلش و موفق بشه. شما نگاه کنید وقتی که یک سناریو نوشته میشه اون سناریو باید اینقدر طرف که می‌نویسه آگاه باشه نسبت به مسائل حالا محیط، حقوقش، صحنه، سرمایه، تمام اینا عواملی هستن که در سازنده یک فیلم خیلی موثرن. شما وقتی که می‌بینید یه کارگردان مثل جیلی اسکات مال مثلا گلادیاتور، فیلم گلادیاتور، این میاد تمام عوامل در نظر می‌گیره، سرمایه رو در نظر می‌گیره، هزینه رو در نظر می‌گیره، بازیگرای خوشی می‌گیره، اون چیزی که می‌خواد از این فیلم برداشت می‌کنه، حالا چه برداشت هنری، چه برداشت سینمایی یا هزینه، برگشت هزینه. درستم. ولی متأسفانه در سینمای ما این عوامل اصلا وجود نداره، یعنی تخصصی وجود نداره. شما در سینمای جمهوری اسلامی هر کس پولداش اومده تهیه کننده شده، در صورتی که اصلا با الفبای سینما آشنا نیست. بگذاریم در دوران رژیم پادشاهی ما کارگردانایی داشتیم که واقعا کلاس سینما و الفبای سینما رو کاملا می‌دونستن، مثل ناصر تقوایی، مثل امیر نادری مال تنگسیرش. شما وقتی کاریا تنگسیر یا مثلا تنگنا، باز دوباره امیر نادری، شما اینا بودن که الفبای سینما رو میفهم، یعنی میدونن چی میخوان به مردم عرضه کنن. ولی در جمهوری اسلامی در این 30 سال فقط سرمایه اومده جلو، فیلمی ساخته شده، حالا این فیلم اکثرش هم با شکست روبرو شده، تماشاگری نداره. در سینمای آمریکا هم چه چیزی نیست آقا، تهیه کننده باید الفبای سینما رو بدونه،
یعنی بدون این فیلم چقدر هزینه داره. کارگردان خودش تخصصش کار کارگردانی فیلمه. فیلمبردار همینطور، نورپرداز همینطور. و عوامل فنی که دور تا دور اون دوربین و تشکیلات و مونتاژ و صدا بردار این هم هستن، اینا نقش موفقیت آمیزی برای اون پروژه دارن. من اتفاقا عرض کنم آقای بالون، یه فیلمی داشتم نگاه می‌کردم، فیلم قسمت دوشه، یعنی شماره دو، به نام سین سیتی. این سین سیتی مال فرانک میلرز. من تا حالا فیلم ازش ندیدم، فقط یک و دوشی از این فیلم دیدم. شما نگاه کنید، فیلم برید نگاه کنید، خیلی جالبه. جالبیش نه به خاطر اینکه داستانش خوبه، داستانش هم به جای خودش. شما نگاه کنید، حد اکثر بهره برداری از نورپردازی در این فیلم به نفع اصلا انجام شد. یعنی تخصص کارگردان، تخصص فیلمبردار، چون نور فیلمبردار تنظیم می‌کنه میشه با موافقت کارگردان. وقتی فیلمبردارش به اون حد وارده که این فیلم سین سیتی را شماره دوشه به اون حدی میرسونه، شما نگفتید یک هنرپیشه که سالها معتاد بوده به نام میکی روکی. میکی روکی با فیلم کشتیگیر وارد سینما شد چند سال پیش، بازدید اسکار هم شد ولی نبرد، ولی معروف شد. یعنی جایی که بود این هنرپیشه دهه 60 70 بود، خیلی خوشگل بود، خوش صورت بود، همه چی بود. این سین سیتی نمای فضای خارجی فیلم تمام رو سیستم‌های کامپیوتری و حقوق سینمایی و پرده سبز ساخته شده. یعنی من اینطوری چیز کردم رو دقیق، ولی فضای داخلش مال استودیو مشخصه. فیلم خیلی جالبه. فیلم چند تا عوامل موفقیت بود. میکی رونی با بزرگان سینمای هالیوود در اینجا رول اول داره. یعنی شما داستان که حرف نداره، نورپردازی حرف نداره، فیلمبرداری حرف نداره، بازیگران که هر کدومش در قالب خودش بهترین بازی رو انجام دادن. فیلم این عوامل میخواد تا برسه به موفقیت و اون در پولی که خرج میکنه برگشت. ولی در سینمای ما همچه چیزی نیست آقای بالو. من این فیلمی که شما میگید ندیدم، امیدوارم که در آیپد من بلافاصله بیاد. حتما اتفاقا این فیلم رو باید دید، به دلیل اینکه از فیلم های تاثیر گذاریست که یک با بسترا با اون اودیسه فضایی، هر دو راجب یک موضوع است. زمانی که ما با آنها بخوایم تماس پیدا کنیم، به این آنها نه در این فیلم دیده میشه نه در اون فیلم، اما این آنها چون نمیخوام حالا همه قضیه فیلم رو بگم، در اینجا قضیه فرق میکنه. در داستان 2001 اون قهرمان داستان، ببینید، دو همکاری دو نابغه 2001 رو ایجاد میکنه. سال دو وقتی که دیوید بومن میره و تبدیل به کودک ستاره میشه، نفش به خودش میرسه، یعنی رفته شده یک موجود دیگری. اما کوپر در این فیلم وقتی که این ارتباط و آگاهی رو پیدا میکنه، در کهکشانی دیگه از راه اون حفره های کرماوی که در تئوری انیشتین بوده، با اون که فاصله ها رو از بین میبره، یعنی از اینجا میتونه به کهکشانی که هزار سال دیگه، هزار سال نوری با شما فاصله داره، مثل این کاغذی که شما یه کاغذی رو گرفته باشی و این کاغذ رو سوراخ کنی، به جای اینکه این فاصله رو از اینجا تا اینجا بری، این مسیر رو از بین میبره، این میتونی بلا فاصله به در فاصله بسیار کوتاهی به اونجا برسی. این فیلم بر اساس این تئوری انیشتین داره پیش میره، اما وقتی میرسه در اونجا، هنوز عشقی که به دخترش داره و به پسرش داره و برای شرکت در میگه من باید برای تولد دخترم اونجا باشم، تو هزار سال نوری در اون هست که اونجا هستی، اصلا زمانی که در زمین گذشته 30-40 سال حالا گذشته اون موقع، اصلا اون دختر و اینها به سن میانسالی رسیدن و پیری. اما این انگیزه است برای اینکه این آدم در اون چیزی که پیدا کرده بخواد بشریت رو هم سهیم بکنه، و این اصل ماجرا و این اصل فلسفه اینترستلار هست که چنین این فیلم رو از دید من مافوق فیلم هایی که فعلا یا در این ایام و در این سالها دیدیم قرار میده. اما حالا عرض کنم حضورتون، من چون وعده کرده بودیم به بینندگان عزیز که در مورد این مسئله بسیار پناهندگان همیشه با شما صحبت میکنم و باز هم اینا رو بسیار آپدیت بکنیم و به روز بشن، یکی این که خبرهایی که دیدم راجب
شکنجه و بدرفتاری پناهندگان در استرالیا بود. چی این قضیه شکنجه چی هست؟ این به کجا رسیده؟ از کجا؟ عرض کنم خدمتتون آقای مارو، در رابطه با انتقاد شدیدی که کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد هفته گذشته، دقیقاً از دولت استرالیا به شدت انتقاد شد در رابطه با اینکه شما اگه یادتون باشه یک ایرانی به ضرب گلوله یکی از مامورین کمپ در جنگل کشته شد. دقیقاً در این کمپ کسانی رو شکنجه میکنن که زیر بار خاص مامورین میرن. و این سازمان ملل متحد در ژنو دقیقاً دولت استرالیا را چنان زیر شلاق انتقاد قرار داد و بهش گفت شما در سال 1989 کنوانسیون امضا بر علیه ضد شکنجه را امضا کردید و شما برخلاف این 1989 تا امروز عمل کردید. دقیقاً یه ضربه بود بر پیکر دولت استرالیا در رابطه با این مسئله که به هیچ عنوان پناهنده حق شکنجه ندارم، پناهنده به خاطر خواست خودش نیست، بنا به شرایط سیاسی اکونومی وارد کشورها میشه. حالا شما برخلاف اون کنوانسیون 1982 رفتار کردید، دقیقاً استرالیا محکوم شد به شکنجه پناهنده و نارضایتی پناهنده در کمپا. چون این کمپایی که استرالیا در تعبیر پناهنده میده کیلومترها خارج از شهر واسه اون که در یک کمپی هست که اصلا حیوان توش نمیتونه زندگی کنه. و این مشکلی که الان استرالیا پناهنده با دولت استرالیا دارن آقای پالو. حالا میشنوم که در آلمان از نظر پذیرش پناهجویان داره گویا به ردیف اول رسیده. اولا چرا آلمان این چنین هست و چرا آلمان پذیرای این هاست میان این همه کشور، در حالی که مثلا فرض کنید اگر بخوان از نظر بخوان جمعیتشون زیادتر بشه و بخوان به اصطلاح اون کمبود رشد اضافه جمعیت رو سوئد که از اونها واجب شرایط تر هست، این چرا آلمان چنین گام بزرگی برمیداره؟ چرا بالو در 11 ماه گذشته سال 2014 در حدود 26,000 پناهنده جواز اقامت گرفتن، یعنی 26,000 نفر جواز اقامت گرفتن که اکثریت از مردم سوریه، عراق بود و تعداد کمی از ایران. درست دقیقاً نقطه مقابلی در سال 2013 این میزان پناهندگی بالغ بر 20,128 نفر رسید که قبول شدگان جواز اقامت گرفتن. در سال 2012 پناهنده بالغ بر 17,400 نفر بود که بازم جواز اقامت گرفتن و در سال 2011 10,000 نفر پناهنده بود. یعنی رکورد پذیرش پناهنده توسط دولت آلمان به این دلیله، چون این نسل جوانه، چون اینا ممکنه مثلا پدر مادرشون آدمای سنی باشن که به درد آلمان نخورن، ولی نسل جوان اینا میتونه فردا کارساز بشه. دقیقاً الان دارن قوانین جدیدی را برای پناهنده درست میکنن که پناهنده تا قبل از که جواب بگیره میتونه از شهری به شهری دیگه بره، ولی قبلا از شهری به شهری دیگه نمیتونست بره چون جرم بود. حالا نمیدونم چرا، ولی دقیقاً الان دارن قوانین طوری میکنن که پناهنده اول وقتی که اقامت گرفت بعد از 15 ماه وارد بازار کار بشه، در دقیقاً حقوقش و مزایایی که میگیره همپای شهروندان آلمانی باشه، نه پایین نه بالا. الان دولت آلمان متوجه نسل جوان شده، یعنی جوان گرایی میکنه برای صنایع آینده خودش، برای سرنوشت کشور خودش در آینده. اینه که آلمان الان بهترین کار داره انجام میده و تا یه چند وقت دیگه هم یه قانون به تصمیم خواهد رسید که پناهندهایی که بعد از اقامت 15 ماه موندن میتونن وارد بازار کار بشن با همون حقوق، با همون مزایا و همون بیمه که ملت آلمان شامل حال شده. حالا باز در سوئد شما باز جز خبرها دیدم که حالا این واقعا از سوئد بعضی کشورها است که این خبرها، حالا اگه میگه در ایران میگه خب تعجبی نیست، یارو میگه در خبر که به خاطر جعل پاسپورت و جعل کارت بیمارستان چند تا از 3 نفر گویا از کارمندان اداره مهاجرت سوئد رو دستگیر کردن. من ما از سوئد چرا؟ آره از کنم خدمتتون نگاه کنید، بعضی از اداره مهاجرت یا امیگریشن ها خیلی پناهنده اخر مثلا که الان نزدیک 80-90 هزار تا ایرانی فقط اینجاست، غیر از عربا و سومالی و خاورمیانه یا افریقایی ها. دقیقاً خیلی از این تعدادی از این کارمندایی که تحت تاثیر اون عوام جذب اون پناهنده میشن به ناچار احتمال داره که الان مثلا من میخوام بگم الان کیس نویسی برای پناهنده
شورای مشورتی اولش مجانیه. یعنی یه تعدادی هستن که دنبال کیس هستن برای جواب مثبت. نشست اولی مجانی، نشست دومی $150، نشست سوم وقتی 50% از کار تموم شد میدن، در آخر کار اون کیس $1000 برای پرونده خرج داره. دقیقا اداره مهاجرت سوئد در رابطه با اینکه دو تا از کارمنده اداره مهاجرت در رابطه با این مسئله کارت اقامت میگرفتن، جواز اقامت میدادن، کارت بیمارستانی میدادن، دقیقا در این چند سال اینا $600,000 درآمد داشتن. این یعنی چقدر؟ به دلار یعنی چقدر؟ این 600,000 میشه نزدیک $100,000، نزدیک $100,000. دقیقا بعد کارمندی که پاسپورت درست میکرده میداده به پناهنده ها، دقیقا با این دو نفر دیگه بازداشت میشه. یعنی اینا الان در زندان هم. این در بعضی از کشورهای متمدن هم گیر میاد، چون آدم های خلافکار در هر زمینه و در ارگانی هر سازمانی وجود داره که جذب پول بشه. و این دو تا کارمند امیگری، این سه تا کارمند اداره مهاجرت هم شه شارا شوالالشون شد که برن تو زندان. خب در این میخواستم باز سوالاتی با شما رضا پیرامون عزیز بکنم، اما فرصتمون به پایان رسیده. من باز هم از شما خواهش میکنم هر وقت تحولات تازه‌ای در این مورد هست من در جریان بگذارید و بتونیم باز با شما برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم، امیدوارم که روز عبد شب خوشی را در سوئد داشته باشید. بسیار سپاسگزارم آقای باهلو و بسیار سپاسگزارم از کانال یک با آقای شهرام همایون و دیگه دستاندازکاران. پاینده باشید، پاینده ایران. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی تا هفته آینده که باز عمری باشد و در خدمت تو باشیم. مرکز اطلاعات املاک جنوب کالیفرنیا، آرارن ریلتی در لس آنجلس کانتی، سان دیگو کانتی، اورنج کانتی و ریورساید کانتی تقدیم می‌کند. www.rrnrealty.com در خدمت شماست. زوربا انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. آخرین فرصت برای دیدار دو اسطوره موسیقی ایران، گوگوش نبی، در یک شب خاطر انگیز جمعه 28 نوامبر در واشنگتن دی سی در سالن باشکوه پیتریت سنتر، جایگاه بزرگان جهان. شنبه 29 نوامبر در سن هوزه ایونت سنتر، گوگوش نبی در یک رویداد فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 500-6463 یا ticketmaster.com و versiontix.com تماس بگیرید. سه نسل، دو اسطوره، یک صحنه. ابی گوگوش. نوروز امسال همه در کنار هم در لس آنجلس. 3، 4، 5 و 6 آوریل 2015 4 روز و 3 شب